یه پلیس کشتم فکر کنم با بازی آلپاچینو. بای بای. سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو. از اونجایی که ما دوتا ورژن از دفینیتیو ادیشن رو براتون ضبط کردیم و ویدیوشو گذاشتیم، تصمیم گرفتیم که ورژن وای سیتی هم براتون ضبط کنیم، یه گیم پلی بدیم ببینیم چجوری هستش. و جوری شروع کردیم که نه از آخر به اول باشه، نه از اول به آخر، اوسط دو طرف باشه. و به خاطر همین اول سنان ریس رو رفتیم، بعد جی تی ای 3 رو رفتیم، الان هم نوبت جی تی ای وای سیتی نسخه دفینیتیو ادیشن از سری ریمستر جی تی ای هستش، سگانه ریمستر جی تی ای. بریم بدون اینکه وقتمون رو تلف کنیم مستقیم ببینیم بازی چه شکلی هستش و گیم پلی بازی رو با هم دیگه ببینیم. بریم برگردیم صاف بریم سراغ بازی. خب بچه ها، ما الان بازی رو باز کردیم، اوپنه و چه اونجوریه، بازی داره ران میشه، چه رادیوهایی هم داره، رادیو هاست. اوه، اول یه فراری رو زدم ترکوندم تا ببینیم چجوریه. این نسخه دفینیتیو ادیشن هستش، نسخه ریمستر شده شه که ببینید آسمون چقدر زیباست. اینجا داشتم رفته تو آب، داشتم رفته تو آب میمردم. میخوام ببینید اگه تو آب چه اتفاقی میفته. چرا نامرئی شده بود؟ از اینجا ببینید، نگاه کن. اه بچه ها، تا اینجا ها نمیمیره. بزنم. اه مرد مرد مرد. نه نمرد. بزنم. خب دیدید چه اتفاقی میفته تا میره تو آب؟ یعنی اندازه یه بچه هم نمیتونه باشه این تایورسیتی، که بچه حداقل تا کلش میتونه بره تو آب، ولی این تا کله هم نمیتونه بره تو آب. احمق. خلاصه که یکی از باگ های جی تی ای اینه. باگ که نیست، یعنی یه قابلیتی بود که تو اینجا فعلا راکستار نذاشته بود تو سری جی تی ای، ولی خب بعد از این جی تی ای روی وای سیتی استوریز اومد اگه اشتباه نکنم، بعدش هم که به سن آندرس اومد و فوق العاده. یه نگاهی بکنید به آسمون اینجا، گرافیک، تکسچرا، حتی ان پی سی ها. این مرد بودن و رد شدنی. روی گرافیک ان پی سی ها نگاه کنید چه تغییری داشته. روی لایتینگ ها خیلی تغییر داشته، روی این ریفلکت ها ببینید تغییر های به سزایی داشته، تغییر های خیلی جالب و زیبایی. ببینید چرا نامرئی میشه تامی ورسیتی وقتی هم ماشین پیاده میشه. جی تی ای وای سیتی و وسپاش، خب متوجهی؟ یعنی جی تی ای وای سیتی بدون وسپا یعنی جی تی ای وای سیتی نیست. چی دارم میگم؟ داریم میریم که داشته باشیم یک روز زیبا رو در وای سیتی، شهر گناه. بدون اینجا اگه زنده بمونم نشونتون میدم که جایگاه پرش بچه آینه داره، حتی تو آینه میتونید ببینید که پشت چه خواهد. بزنم آدم ها نشون میده، نشون میده، ولی خب آدم ها رو نشون نمیده، ولی خیابون رو نشون میده بچه ها آینش. آه این موتور رو میخوام. یارو چرا گم شده تو موتور؟ چی گفت؟ اون دوربین یارو توریست موریست فکر کنم. یارو دورمی میگه خیلی ها ریلکس بلند شد خداحافظ، بکنه بیمه خوبی داره، خیالش راحته از اینکه موتور رو دزدیدیم.
خلاصه که بچه داریم گیم پلی GTA Vice City نسخه Definitive Edition رو با هم دیگه میبینیم. اگه زنده بمونم بهتون نشون میدم که چه جوری هستش. چرا اینجوری دستش چرا نصف شد؟ خب بچه ها تر خورد بریدم. آها این بریر میپرید. ببین اینجا میتونی پرش داشته باشی، پرش زیبا، پرش سمتیازی داره این. و $100 در جا میبریم ما. کاش زندگی واقعی هم اینجور میپردی پون میگرفتی. خب خلاصه که این $70 هم اینجا گرفتم. صبح تا شب فقط چرخ بزنیم، تک چرخ بزنیم، پول در بیاریم توی این بازی. هنوز اون قسمت دوم مپ رو باز نکردم، به خاطر همین اگه نگاه بکنید اینجا بسته است و مستقی تو دیوار فرو میریم. و یکی از خیلی قابلیت های بدی هم که این GTA داره اینه که شخصیت اصلی نمیتونه شنا بکنه و این بده. چه باحال این نیمکت مثلا واسه کیه الان؟ یا چرا باید بیاد اینجا بشین؟ شاید هستن کسایی که بشین، ولی به هر حال این مپیه که شما دارید هواپیما رد شد بالا سرمون. این نه نگهش داشتم، لب آب نگهش داشتم. این مپ و اینش تغییری نکرده، ولی گرافیک خیلی تغییر کرده، خیلی چیزاش بروز شده، تکنولوژی بروز توش اسه. بچه خب یه جون بخورم، من تا اینجا اومدم واقعا چرا قلب نمیخورم که قلبم سالم بشه. صد شد دوباره حرسم. و این بچه یکی اینجا کشتن، یارو زیر کرده اومده وایساده بالا سرش، خیلی هم جالب. و در کل بخوام بگم GTA Vice City خیلی محبوب شد موقعی که اومد و یادمه واقعا یه رویایی بود. خیلی از فیلم های سینمایی هم الهام گرفته. الهام گرفته درست میتونی بگیم الهام گرفته؟ آره الهام گرفته شده. مثلا یکی از فیلم هایی که خیلی توش الهام گرفته شده از، یعنی از اون فیلمی که جی تی ای خیلی الهام گرفته، اسکارفیس هستش. با بازی یه پلیس کشتم فکر کنم، با بازی آلپاچینو. بای بای. با بازی آلپاچینو فکر میکنم واسه دهه 80 میلادی هستش. اگه ندیدید این فیلم رو حتما ببینید، فیلم قشنگه. وسط بازی تا ما از بیمارستان میاییم بیرون، بچه ها یه مقدار پول کم کرده از همون چقدر. آها میگه که دکترا پول میگیرم ازت بابت اینکه زندت کنن. جالبه. یه فراری سوارشیم تا ببینیم چه خبره. خلاصه که توی این بازی GTA چیز ببخشید راکستار از خیلی از فیلم های سینمایی الهام گرفته که گفتم مهمترینشون اسکارفیس هستش، یا همون صورت زخمی. یه سری اسم ها واقعا توی زبان فارسی ابهتشون رو از دست میدم فکر میکنم. مثلا اسکارفیس صورت زخمی، اسکارفیس کجا مثلا صورت زخمی، مسخره بازیش مثلا میشه. اینجا دقیقا یه سکانس داره اسکارفیس تقریبا شبیه اونجا ساختن. و اینکه بریم شب ساحل ببینیم چه خبره. جالب یارو با کت شلوار لب ساحل داره قدم میزنه و ماشین داره لیز میخوره، ماشین داره لیز میخوره، صاف میخواد بره تو آب. و در کل
نسخه باحالیه، همون جوری که توی برنامه قبلی هم گفتم ارزش داره دوباره بشینید پای این بازی ها یه تجدید خاطراتی بکنید و به زودی زود این سه تا نسخه رو در کنار نسخه های اصلیشون قرار میدم. یه ویدیو هم برای اون میسازیم تا ببینیم که چقدر تغییر کرده و بهتر شده بدتر شده حالا هرچی، ولی من دوستش دارم، اوکی هم باش، مشکل ندارم. خیلی به نظر من جا داره که آدم ها سرگرم کنه پس از مدت ها. اونم شاید خیلی ها مثل من دنبال ورژن های اصلی این بوده باشن که بخوام بگیرن و مثلا بازی بکنن اینا. این ورژن های ریمستر خودش خیلی خبر خوبی بود، چیز باحالی بود. بالاخره پس از مدت ها از راکستار یه خبری شنیدیم و این بازی ها رو بیرون تا مقداری صدامون رو ببره به اصطلاح تا جی تی ای 6 بیادش. فکر میکنم بچه تا همینجا دیگه بس بوده باشه برای اینکه گیم پلی بازی رو ببینید. اگر دوست داشتید الان این پایین بنویسید، اگر از این برنامه خوشتون اومده کامنت یادتون نره، لایک یادتون نره، سابسکرایب حتما انجام بدید و اینکه برای دوستاتون بفرستید ویدیو رو اگه دوست داشتید. و حرفی نمیمونه، مراقب خودتون باشید. فعلا.